بنده خدا ارائه دیتابیس PostgreSQL. اعضای گروه که به ترتیب ارائه هست. PostgreSQL چیه؟ PostgreSQL یه دونه Object Relational Database Management که برای مدیریت و طراحی بانک های رابطه طراحی شد. پروژه PostgreSQL در سال 1986 زیر نظر پروفسور میکل استونبرگر دانشگاه برکلی کالیفرنیا ساخته شد. اسمش هم پوستگرس بود و به خاطر یه پایگاه داده قدیم به اسم آنگرس بود داخل هم دانشگاه برکلی قبلا توسعه داده شده بود همین اسم رو گذاشتم. سال 1996 اسمش رو به PostgreSQL تغییر دادن و دلیلش هم این بود که بیان نشون بدن که حالا این دیتابیس از زبان جستجوی SQL هم پشتیبانی کنن. و حالا PostgreSQL که همچنان به اسم PostgreSQL هم تلفظ میشه بیشتر و به خاطر راحتی اومدن هم مخفف کردن کلمه رو و امروز هم که کلن یک کامیونیتی خاص داره و از توسعه دهنده هاش از کل جهان و یک گروه توسعه جهان داره PostgreSQL که به طور منظم میان و این دیتابیس رو حالا دارن منتشر میکنن و یه سری تغییرات عمده و جدی داخلش ایجاد میکنن. خب PostgreSQL یه دیتابیسیه که ویژگی ها و اکستنشن های خیلی خوبی داره که با استفاده از این اکستنشن ها میشه یه سری از ویژگی ها رو هندل کرد و خب باعث شده که یه دیتابیس خیلی قوی باشه و خب خیلی ازش استفاده کنن. از ویژگی هاش میشه گفت که حالا از مالتی ورژن کانکرنسی کنترل هم MVCC رو داره داخلش، پوینتینگ تایم ریکاوری رو داره، گرانول اکسس کنترل، تیبل اسپیس ها، رپلیکیشن آسنکرون، تراکنش های تو در تو و حتی از کوئری اپتیمایزر ها و کوئری پلانر ها هم پشتیبانی میکنه و حتی اینکه الان این دیتابیس کیس سنسیتیو و خب این باعث میشه که واسه برند سورتینگش خیلی کارآمد باشه. و خب یکی از ویژگی های حالا خیلی خوب PostgreSQL میشه به ریلایبلیتیش اشاره کرد که این حالا این سیستم به دلیل اینکه قبل از نوشتن داخل دیتابیس میاد اطلاعات رو ثبت میکنه باعث میشه که تحمل خطای این سیستم خب میره بالا و خب ریلایبلیتی هم که خب ویژگی خیلی مهمه واسه توسعه دهنده ها و خب از این استفاده میکنن و حتی این دیتابیس PostgreSQL میاد از تمام حالا این ویژگی های فارینکی ها، جوین ها، ویو ها، تریگر ها، استور پروسیجر ها توی زبان مختلف پشتیبانی میکنه و از SQL 2008 به این طرف دیتا تایپش رو همه رو پشتیبانی میکنه مثلا انتیجر ها، بولین ها، دیتا، تایم استمپ ها، یعنی دیتا تایپ ها کاملا پشتیبانی میکنه. حتی برای ذخیره دیتا های بزرگ باینری مثلا تصویر، صدا یا ویدیو هم آپشن داره و خب اینا رو پشتیبانی میکنه. و یه چیزی هم میشه در مورد حالا این دیتابیس گفت که حالا این دیتابیس به صورت اوپن سورسه و خب بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای نمیشن افراد میتونن از اون استفاده کنن، تغییر بدن و تجربه حالا اون نیاز خودشون بیان به صورت دلخواه کاستومایزش کنن و اجراش بکنن و خب هیچ از نیم مثل لایسنسش نداره و خب حالا این باعث میشه که حالا افراد زیاد بتونن ازش استفاده بکنن و خب حجمش هم در مقابل با بقیه دیتابیس ها خب خیلی کمتره و این مزیت‌هاش نسبت به بقیه دیتابیس هاست. و خب جامعه و کامیونیتی هم که دارن در حال توسعه شن به طور منظم دارن با کاش رو در میارن و خب رفع باگ میکنن و این باعث میشه که امنیت و دیتا بیسش هم بالا رفته و خب خیلی بروزه. خب
برای اینکه پوستگرس کیوال از زبان مطرح که حالا امروز خیلی دارن استفاده میشن پشتیبانی میکنه و افراد استفاده کنن، مثل پایتون، مثل گو، جاوا، پرل، پی اچ پی، حالا زبان دیگه. و حالا طبق این نمود اگه بخوایم ببینیم این افراد بیشتر افراد جاوا دیولوپر دارن میان از این دیتابیس استفاده میکنن، اولش هم پایتون، حالا بقیه زبانی که به ترتیب درصدشون داخل شکل اومده و نشون بده. حالا بیام چند تا از مورد کاربرد های این دیتا بایز بررسی بکنیم. یکی از مورد کاربرد و یوز کیساش همون صنعت مالیه، فاینانشال اینداستریه. پوستگرس اسکیول برای OLTPI آنلاین ترانزکشن پروسس ها خیلی ایدئاله و از میتون به راحتی اون راحتی پشتیبانی میکنن، به خاطر همین توی بحث مالیاتش خیلی استفاده میکنن. و اینکه الان پایگاه داده یه تحلیل بسیار قدرتمنده و خب به راحتی همینطور با نرم افزار ریاضی مثل MATLAB و R ادغام بشه و خب این باعث میشه که حالا افراد از که توی حوزه های مالی یا دیتابیس دارن از دیتابیس استفاده کنن. یکی از یوز کیس های دیگه این دیتابیس بحث های جغرافیاییه و دیتابیس های جغرافیاییه. یه دونه اکستنشن روش هست، یه اکستنشن پست پیسه که ست ها فانکشن بر پردازش اطلاع جغرافیایی داره و پردازش الان داده های هندسی داره و زمانی که حالا این اکستنشن روی این دیتابیس نصب میشه از اطلاعات و آبجکت های جغرافیایی پشتیبانی میکنن و خب برای ذخیره اطلاعات مکانی و خدماتی بر اساس مکان و سیستم هایی که برای به اطلاعات جغرافیایی هست راحت میتونن از این دیتابیس استفاده کنن و حالا از این استفاده میشه. یکی دیگه از مورد کاربردهای این دیتابیس میشه اون داده های علم، بحث داده های علمی گفت. نه هم میدونیم که پروژه های تحقیقات علمی داده های 10 ترابایت تولید میکنن و خب یه دیتابیسی که باشه بتونه این دیتا ها رو ذخیره کنه و در عین حال بتونه به راحتی روشون جستجو بکنه و اطلاعات به ما بده و خیلی میتونه مفید باشه واسه افراد. و خب پوستگرس اسکیول قابل تحلیل فوق العاده داره و یه موتور قدرتمند اسکیول ارائه کرده و که پردازش مقادیر زیاد داده ها رو خیلی راحت میکنه به خاطر از دیتابیس زیاد استفاده تو این حوزه ها. و یه حوزه دیگه حوزه وب، خب تو حوزه های وب هم امروز حالا به وبسایت ها توی یک ثانیه 1000 تا 100000 درخواست همزمان داده زده میشه بهش و خب این باعث میشه که اسکیلیبیلیتی خیلی مهم باشه واسه دیولپرها. و خب حالا توی این چند سال اخیر جامعه پوستگرس کیوال خیلی دنبال این بوده که این قابلیت مقیاس پذیریش رو اوکی بکنه، بهش رسیدگی بکنه و کاری کرده که با اکثر فریم‌ورک‌های مدرن مثلا جنگو اینجوری به راحتی بتونه این دیتابیس ارتباط برقرار کنه. و خب می‌بینیم که الان این دیتابیس خیلی استفاده میشه توی این حوزه ها. و حالا پوستگرس کیوال غیر از اون ریلیشنال دیتابیسی که هست فاز نو اس کیو ال هم داره به ما ارائه میده و خب توی این محیط که وارد میشیم دیگه نیاز نیست هی بخوام تصمیم بگیریم که حالا تو دنیای ریلیشنال کار بکنیم یا داکیومنت اورینتد و خب هر دو تا محیط رو واسه ما فراهم میکنه. خب حالا یه بخش مهمی که حالا به بررسی مموری این دیتابیس بپردازیم، حالا اینکه کلا این دیتابیس بر اساس مدل کلاینت سروریه و تو حالت عادی از دو تا پروسس تشکیل شده، یکی کلاینت پروسسه، یکی سرور پروسسه. سرور پروسسش یعنی سرور سایت پروسسه وظیفه یه کانکشن و اپریشن و استاتیک و داینامیک اسید سال برافته داره و قسمت کلاینتش هم که حالا اون قسمتیه که کاربر با استفاده از اون با دیتا به سرطان برقرار میکنه. در کلی حالا یه UI خیلی ساده ای داره و
بر برقراری ارتباط، حالا این کلاینت با این سروره از سروره با API انجام میشه. خب حالا یکم ماجرای نمار رو میگم. اولی کلاینت اپلیکیشن، این همون اپیه که حالا یوزر باش ارتباط برقرار میکنه و یو آی و نارشان میشه که بر اساس اون میاد و درخواستش رو میگه. بعد از اون کلاینت اینترفیس لایبرری ها هستن که اینا با هم از طریق API در ارتباطن و اینا یه سری لایبرری ها یه اینترفیس هایی هستن که تایید شده یه این سرورن و میتونن درخواستاشون رو که در قالب اسکریپت کوئری هستن برای اینا بفرستن. بخش سرورش چند تا موجود رو داره. اول موجودی که خلا خیلی مهمه پست مسترشه، این موجود و فرایند اصلی هماهنگی سمت سرور داده اصل اینجور بگم که معماری پوستگرس کوه یا معماری پروسس پر ترانزکشن یا همون که باید سروری و خب حالی سر فرایند سمت سرور انجام میشه دیگه. بعد وظیفه اصلی هماهنگ کردن این فرایند رو توی این دوره بر عهده همین پست مستر. چند تا از وظایفشی بخوام بگم، این که راه اندازی سرور، خاموش کردن سرور، رسیدگی به کانکشن، ریکوست که از سمت کلاینت میان، انجام ریکاوری ها یا جرفرنده پزنده، همه بر عهده این پست مستر. یه قسمتی دیگه داریم، حالا این قسمت هم که پوستگرس کیو سرور، قسمت بک‌اند این قسمت اصلی که حالا به این SQL کوئری ها پاسخ میده و یعنی SQL کوئری ها میگیره و بچه هم ریزالتشون رو برمیگرد. یه قسمت دیگه داریم شرک مموریه، یه حافظه مشترکه، یعنی حافظه ای که به طور همزمان توسط چند دین تا برنامه استفاده میشه. حالا چه منظورم هست؟ منظور این که نتایج که ما میخواییم و خیلی سریع و کارآمد با افزونه خیلی کمتر بهمون ارائه بده که خودش از دو تا بخش تشکیل میشه، شیر دیسک بافر و شیر تیبل. و از کار اصلیشون هم اینه که یه حالت کشینگ رو مثلا انجام میدن و بیان اون کوئری هایی که میره و میاد، تیبل هایی که میرن میاد کشیشون میکنن در قالب دو تا موجود که خب نتایجی که میخوایم و خیلی سریع تر به همون برگردن. خب یه بخش شیر دیسک بافر داره، این شرط دیسک بافر همونه. هدف از این بافر دیسک مشترک به حد دقیقه رسوندن این پوتا اوتپوت های دیسکمونه و خب میدونیم که اگر این پوتا اوتپوت هایی که حالا همینجور دارن تکرار ما کنترلشون نکنی باعث افزونگی سیستم شد و ما یه سیستم ناکارآمد داریم. به همین دلیل میان مثلا این پوتا اوتپوت هایی که میرسم تا حالا اون دیسک استوریجمون رو میاد ذخیره میکنه یا کش میکنه اصلا حالا هر وقت که نیاز بود به جایی که بره کاملا از دیسک بخونه و زمانی که مثلا یه این پوت اومد و دید آقا قبلا این مشابهش بوده همون رو سریع برمیگرد و خب باعث میشه همزمان کارش پیدا میکنه، حجم بسیاری از داده ها رو خیلی راحت بهشون دسترسی پیدا میکنه و اینکه حالا همزمان چند دیتا فارم میتونه کار کنه و خب سر بار و میزان باری که روی دیتابیس رو کاهش میده. این کار یه قسمت دیگه داریم شیر تیبل. این اپروچی که این اپروچ برای استفاده همزمان از مجموعه جداول مشابه برای زمانیه که ما چند تا کار برداریم و خب زمانی که چند تا کار برداریم و حالا یه تیبل رو مرتب باهاشون در ارتباط هم میاد اینها رو این تعداد رو ما کش میکنیم اینجا و خب به جای اینکه هر سری از داخل دیسک بخونه بیان ما داخل این مموریمون ذخیره کرد و خب این باعث میشه که حالا یکی اینکه سخت افزار کمتر نیاز داریم، هزم بکاپ کریمون کمتر میشه و خب اجازه یه نمام دیگه که با داده های بزرگ توی دیتا بیسمون کار بکنیم. و یه قسمت دیگه، یعنی یه موجود دیگه که هست یونیکس سیستم، یه قسمت کرنل داره نه. که حالا این قسمت کرنلش من تصمیم میگیره که اون SQLی که اون SQL کوئری داره سمت من میاد درست ساختارش یا اشتباهه. اگر اشتباهه من چه اروری
بدن بیرون وارد درست دیگه، حالا انتقالش بدم به دیسک استوریج و خب خانندش رو برگردونم. حالا یه فرنش میخوام به طور کلی توضیح بدم، این طوریه که حالا یک کار دندی اینجا هست، یا یه یوزر میاد اینجا درخواستی رو میخواد از طریق API با اینترفیس در ارتباطه، این اینترفیس لایبرری ها درخواستشون رو در قالب کوئری میدن به این اسکیل سرور و اون رو میبینن که اگر که داخل این شرم مولی بود که همونقع برگردون نمیشه، اگر غیر از اون بود میره داخل از دیسک استوریج میخونه. و حالا قبل از اینکه حالا این ارتباط برقرار بشه، اولی مددیه که باید یه آتنتیکیشن انجام شده. آتنتیکیشن زمانی که انجام میشه و حالا ثابت میشه که این شخص اجازه دسترسی به این دیتابیس رو داره، یه جواز دی پست مستر. ما گفتیم که این معماری پروسس پر ترانزکشن، یعنی به یه بذاری هر مثلا فرایندی که میاد، یه درخواستی که از حالا از شخص میاد و یه ترانزکشنی که ایجاد میشه، یه فرایند انجام میشه. پس به ازای هر کار برای که میاد و یه درخواستی میده، یه فرایندی ایجاد میشه. و اینکه توی هر لحظه این سرور ما، این یعنی بک این پوستگرس کیو سروره، فقط میتونه یه پروسس رو هندل بکنه. خب حالا چه شکلی هندل میشه؟ این فرآیند یه وظیفه پست مستر میشه و زمانی که آتنتیکیشن انجام میشه و کاربر درخواستش رو میده، به ازای هر کار و یعنی اون به ازای هر فرآیندی که تو کلاینت هست، یه فرآیند توی سرور ایجاد کنه و این دوتا به هم تخصیص میده که خب این فرآیند مال این کلاینت. بعد حالا برای کلاینت بعدی یه فرآیند جدید دیگه ایجاد، فرآیند سرور جدید دیگه ایجاد کنه. و به خاطر همین همزمان چندین فرآیند همزمان با هم اجرا میشه. خب تو این قسمت میخوام در مورد ویژگی های PostgreSQL صحبت بکنیم. اولین ویژگیش رایگان بودنش برای دانلودش هست، که خب برای دانلود میتونیم از در واقع به وبسایت رسمی PostgreSQL مراجعه بکنیم. ویژگی بعدیش سازگاریش با سیستم عامل های مختلف هست، که توی سیستم عامل های ویندوز، لینوکس، یونیکس و غیره قابل نصب و اجرا هست. ویژگی بعدیش compatible with various programming language، سازگاریش با زبان های مختلف هست، که در واقع از چندین رابطه برنامه نویسی مثل مثلا رابی، جاوا، پایتون، C++ و همچنین TCL از این زبان های برنامه نویسی در واقع پشتیبانی میکنه. ویژگی بعدیش سازگاریش با یک پارچگی داده ها هست، که حالا شامل مثلا پرایمری کی ها و فارن کی ها هست. ویژگی بعدیش در واقع از یه سری از ویژگی های SQL هم پشتیبانی میکنه، که این ویژگی ها شامل مثلا همین MVCC هست، که کنترل همزمانی چند نسخه است. میتونیم بگیم که از در واقع ایندکس ها پشتیبانی میکنه، مثل همین B-tree و expression ها و اینا، و همچنین از SQL sub-select کوئری های پیچیده SQL از اینا پشتیبانی میکنه. استریمینگ ریپلیکیشن، تکرار جریان، همچنین میتونیم بگیم از تراکنش های تو در تو پشتیبانی میکنه. و اینکه این اکسپرشن ها میتونه به موقع جمع‌آوری کردن به موقع اکسپرشن ها، همچنین پارتیشن بندی جدول، از این ویژگی ها در واقع پشتیبانی میکنه. یه ویژگی دیگه این PostgreSQL توسعه پذیری بالایی هست که داره. ویژگی بعدیش سازگاریش با حالا دیتا تایپ های مختلف، انواع داده ها، مثلا یه نمونه استراکچرال ها، پریمیتیف ها. پریمیتیف ها مثلا همی شامل بولین، انتیجر، استرینگ، کاستومیزیشن، جیومتری، داکیومنت. داکیومنت که مثلا همین شامل XML و JSON و کی ولیو ها میشه. و از دیگر ویژگی های PostgreSQL امنیت بالا و ریلایبیلیتی بالا، قابلیت اطمینان بالایی هست که
در واقع داره. قسمت بعدی در مورد در واقع مدیریت پایگاه داده های PostgreSQL میخواییم صحبت بکنیم. یه سری ابزار معرفی کردیم، یکیش PSQL هست که این ابزار مبتنی بر ترمینال حالا هست که حالا جایی هست که ما میتونیم مستقیما کوئری های SQL مون رو وارد کنیم، یا حالا اینکه مثلا میتونیم یه فایلی رو به صورت جداگانه اجرا بگیریم و حالا بعد نتایج کوئری مون رو میتونیم ببینیم. ابزار بعدی PHP PG Admin هست که این ابزار مدیریت مبتنی بر وب هست که روی رابطه PHP My Admin در واقع ساخته شده، که اول کارم در واقع برای MySQL بود. این ابزار با PHP نوشته شده و حالا میتونیم مثلا اونو به راحتی پیکر بندی کنیم یا حالا یه دستگاهی های ساده مثلا روی داده هاش انجام بدیم. ابزار بعدی PG Admin هست که این ابزار یکی از معروف ترین و منبع بازترین پلتفرم های مدیریت در واقع PostgreSQL هست و میتونیم بگیم PG Admin پیشرفته ترین پایگاه مدیریت پایگاه داده توی سراسر جهانه، که خب قابلیت نصب و اجرا توی سیستم عامل های مختلفی داره. ابزار بعدی PG Phone هست که خب این ابزار هم یه ابزار معروفی هست که حالا یه تحلیلگره برای ثبت پرسوجوهای یا همون کوئری های PostgreSQL استفاده میشه. ابزار بعدی PG DevOps هست که خودش یه مجموعه از ابزارهای وب که میتونه چندین افزون و نسخه PostgreSQL رو مدیریت بکنه. خب در قسمت بعدی میخوایم راجع به مزایا و معایب این PostgreSQL صحبت بکنیم. از مزایاش یکی این که PostgreSQL استفاده ازش آسونه و به خاطر همینم که هست که حالا ما برای استفاده از اون به آموزش زیادی حالا احتیاج نداریم. مورد دوم این که برای سازمان ها به مدیریت نگهداری کمتری احتیاج داره و مدیریت مورد سوم این که PostgreSQL داده ها توی یه پایگاه داده رابطه ای در واقع ذخیره میکنه و مدیریتش میکنه، چون که خیلی قوی و قدرتمند هستش. و مورد چهارم این که ما میتونیم کد منبع PostgreSQL رو دریافت کنیم و چون که حالا به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داره، میتونیم اونو مثلا پیاده سازش بکنیم و مطابق با نیازی که داریم در واقع تغییرش بدیم. از معایب و حالا اشکالاتی که PostgreSQL داره، یکیش اینه که خب در مقایسه با MySQL از برنامه های مختلف منبع باز پشتیبانی نمی کنه در مقایسه با MySQL. مورد دوم این که ایجاد ریپلیکیشن، ایجاد تکرار یه مقدار استفاده، یه مقدار خود توی PostgreSQL پیچیده است. و مورد سوم این که این PostgreSQL توسط هیچ شرکتی نگهداری و پشتیبانی نمیشه و در واقع فاقد مهندسان پشتیبانی هست. و مورد چهارم این که عمل کرده سرعت اون در مقایسه با حالا ابزارهای دیگه خیلی خوب نیست و حالا مثلا اگه بخوایم با MySQL یه مقایسه داشته باشیم، یه مقدار در مقایسه با MySQL کند هستش. موضوع بعدی امنیت در PostgreSQL هست، که امنیت توی PostgreSQL روی سه پایه استواره. یکیش توی سطح شبکه است که خب شامل استفاده از سوکت های دامنه یونیکس، سوکت های TCP/IP و فایروال هست. قسمت بعدی امنیتی هست که توی ترانسپورت وجود داره، که خب ارتباط امن رو با پایگاه داده حالا با استفاده از همین SSL TLS فراهم میکنه. و قسمت سوم ویژگی های امنیتی هست که در سطح پایگاه داده برامون فراهم شده، مثلا دادن همین مجوزا و نقش هایی که در واقع برای کاربران تعیین میشه. قسمت بعدی مقایسه بین PostgreSQL و SQL Server هست. تفاوت اصلی این دوتا اینه که SQL Server یه سیستم مدیریت پایگاه داده است که خب عمدتاً برای تجارت الکترونیک و ارائه راه حل های مختلف دیتا ویرهاوس انبار داده استفاده میشه، ولی PostgreSQL یه نسخه پیشرفته تر در واقع SQL Servere که خب عملکرد های مختلفی مثل فارن کی ها، ساب کوئری ها و
حالا انواع فانکشن هایی که توسط کاربر تعریف میشه رو میتونه پشتیبانی بکنه. ویژگی بعدی materialized view ها هستن که SQL Server از این ویژگی در واقع از این امکاناتی رو برای اجرای materialized view ها فراهم میکنه، ولی PostgreSQL متاسفانه نمیتونه materialized view ها رو اجرا بکنه. قسمت بعدی regular expression ها هستن، عبارت با قاعده، عبارت منظم، که PostgreSQL یه تعداد زیادی ریجکت رو به عنوان حالا مبنایی برای کار تحلیلیش که انجام میده میتونه فراهم کنه، ولی SQL Server از در واقع ساب استرینگ ها استفاده میکنه که خب حالا این ساب استرینگ ها در مقایسه با اکسپرشن هایی که حالا PostgreSQL داره فراهم میکنه یک مقدار خوب نیستن و اکسپرشن ها بهتر. مورد بعدی داینامیک اکشن SQL هست، اقدامات پویایی که توی SQL وجود داره که SQL Server از این ویژگی نمیتونه پشتیبانی بکنه، ولی به جاش مثلا از رویه ها، از پروسیجر های ذخیره شده میتونه استفاده بکنه، ولی PostgreSQL این ویژگی رو داره، از این ویژگی در واقع این ویژگی رو فراهم میکنه. و خب میتونیم پس تو این مورد، تو این زمینه بگیم که حالا SQL Server نسبت به PostgreSQL یه مقدار محدودتر عمل میکنه. قسمت یک بعدی case sensitivity، حساسیت به حروف کوچیک، که SQL Server حالا به طور پیش‌فرض به بزرگی و کوچیکی حروفش حساس نیست، ولی PostgreSQL حالا بای دیفالتش به این به بزرگ کوچیکی حروف حساسه، و حالا این حساس نکردنش هم شدنیه ولی یک مقدار دشواره. قسمت بعدی PostgreSQL، مقایسه بین PostgreSQL و MySQL هست، که از لحاظ معماری PostgreSQL Object Relational هست و MySQL Relational هست، که این در واقع PostgreSQL به خاطر اینه که PostgreSQL از انواع داده های پیچیده تری رو میتونه ارائه بکنه و به آبجکت ها اجازه میده که تا حالا خصوصیاتشون خصوصیات رو برس ببرن، و که خب این کار با PostgreSQL رو هم پیچیده تر میکنه. از لحاظ معماری لازم ذکره که بگم PostgreSQL یه موتور ذخیره سازی منفرد داره، ولی MySQL از 16 موتور ذخیره سازی مختلفی حالا بر موارد استفاده مختلف داره پشتیبانی میکنه، و همچنین که MySQL سینگل پروسسه، ولی PostgreSQL مولتی پروسسور هست. از لحاظ دیتا تایپ همونطور که میبینیم هر دو تا پایگاه داده از انواع داده های عددی و کاراکتر رو میتونن پشتیبانی کنن، ولی خب توی این زمینه در واقع PostgreSQL میتونه تایپ داده های حالا متنوع تری رو نسبت به MySQL پشتیبانی میکنه، که خب میتونه توی خیلی از موارد کاربردی باشه. ایندکس ساپورت شاخص هایی که وجود دارن که هر کدومشون شاخص هایی رو پشتیبانی میکنن، که در از این پایگاه های داده کلا از این شاخص ها برای سرعت بخشیدن به این کوئری ها استفاده میکنن و عمل کرده در واقع این شاخص ها عمل کرده این باکه اطلاعاتی رو بهتر میکنه. از لحاظ عمل کرد پرفورمنس، PostgreSQL حالا برای برنامه هایی هست که به حجم بالایی هم برای خوندن هم برای نوشتن احتیاج دارن در واقع مناسب، ولی MySQL برای برنامه های مناسبه که فقط به حجم بالایی برای خوندن احتیاج دارن، نوشتن رو شامل نمیشه. و ساپورتینگ از لحاظ حمایت و پشتیبانی، خب همونطور که گفتم PostgreSQL توسط هیچ شرکتی توسعه داده نشده، حالا مهندس پشتیبانی یا اینا پشتش نیست، ولی خب شرکت هایی که حالا مثلا نسخه مخصوص به خودشون رو از PostgreSQL دارن ازش پشتیبانی و حمایت میکنن، و برای MySQL هم برنامه های پشتیبانی پولی وجود داره، یعنی خود MySQL فراهم کرده که این برنامه ها از اوراکل قابل خریداری هستن.
خیلی ممنونم.